به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای چینل جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا آخر ویدیو با ما بوده و این چینل رو نیز سابسکرایب نمایید. به نقل از خبرگزاری افق، نه ثبات نه همگرایی، اختلاف در اردوی عبدالله. همه ناظران متفق القولند که عامل اصلی بنبست سیاسی کنونی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین و رهبر تیم ثبات و همگرایی است. او نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را قبول ندارد و خود را پیروز انتخابات می داند. این ظاهر ماجراست، در عمل اما هدف اصلی او و متحدین سیاسی قدرتمندش کسب امتیاز و شراکت در قدرت است. عبدالله می داند که ریاست جمهوری بر تن او گشاده است، زیرا این امر نه تنها در داخل کشور زمینه و ضمانت اجرا دارد و نه مورد قبول متحدان سیاسی دولت افغانستان در عرصه بین المللی است. عبدالله در طول سالهای گذشته تلاشهای زیادی کرد تا اعتماد متحدان غربی دولت افغانستان را جلب کند. دیدارهای هر چند روز یک بار او با دیپلمات‌های غربی و آمریکایی در قصر سپیدار تنها یکی از شواهد در این زمینه است. اما عقبه قومی و کارنامه سیاسی آقای عبدالله دو مانع عمده در مسیر تحقق رویای دیرینه ریاست جمهوری او هستند. انتخابات اخیر و تعامل غربی ها با اردوی سیاسی مستلد بر ارگ ریاست جمهوری یک بار دیگر این تجربه تکراری را در برابر آقای عبدالله قرار داد که رویایش برای رسیدن به قدرت امکان تحقق ندارد و اکنون باید مسیر مبارزش را به سمت شراکت و قدرت تغییر دهد. این امر اما برای برخی حامیان حزبی و قومی او که همچنان برای احیای دولت اسلامی برهان الدین ربانی و شکست انحصار قومی قدرت تقلا می کند قابل پذیرش نیست. در طرف دیگر این رویکرد بازیگران محافظه‌کار و مصلحت اندیشتر قرار دارند که شراکت در قدرت را بهتر از تردد تحقیرآمیز از آن می دانند و تصاحب همه قدرت با پافشاری بر نتایج انتخابات را با توجه به شرایط موجود پیش از اندازه غیر واقعی بینانه و رویا پردازانه می دانند. منابع در تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله به بی بی سی گفتند که اختلاف نظر در سطح رهبری این گروه سبب تأخیر در نهایی شدن طرح این تیم برای حل بحران سیاسی و اختلاف با اشرف غنی رئیس جمهور شده است. این منابع میگویند در حال حاضر دو دیدگاه در میان اعضای تیم آقای عبدالله وجود دارد. شمار از اعضای این تیم به پذیرفتن رهبری شورای عالی مصالحه و نقش 50% در دولت تمایل دارند و آن را قابل قبول می دانند، ولی دسته دیگر برای ابطال نتیجه انتخابات جنجالی چند ماه پیش و ایجاد صدارت اجرایی تاکید می کنند. بر اساس این ادعا عبدالله محقق، احدی، حاجی دین محمد و شمار دیگر از اعضای رهبری با پذیرش ریاست شورای عالی مصالحه موافق هستند. کریم خلیلی و جنرال دوستم خواستار تضمین‌های جدی در این زمینه هستند. اما صلاح الدین ربانی، احمد ضیا مسعود و چند عضو دیگر تیم آقای عبدالله به این طرح مخالف و خواستار و باطل شدن نتیجه انتخابات و ایجاد پست صدارت اجرایی هستند. همان گونه که اشاره شد این اختلافات ریشه در تعارض گفتمانی موجود در درون ترکیب نامتجانس تیم ثبات و همگرایی دارد. آقای عبدالله در این انتخابات نیز یکی از قدرتمندترین تیمها را به لحاظ ترکیب و تنوع سیاسی و قومی تشکیل داد. اما این امر مانعی از بروز تعارضهای جدی در میان مهره‌های درشت و نیرومند اردوی او نشد. عامل اول ضعف و انفعال مدیریتی شخصی عبدالله است. او نشان داده است که کاریزمای نفوذ و فکر استراتژیک مدیریت چند قطبی سیاسی و قومی قدرتمند
و مدعی را در درون تشکیلات سازمانیش ندارد. به عنوان نمونه، نمیتواند میان آنچه جنرال دوستم میخواهد با آنچه مثلا همه اسپای او در جمعیت اسلامی اراده میکنند جمع ببندد و این دو قطب قومی نامتجانس با آرمانهای سیاسی و آمال اجتماعی ناهمگون را در مسیر اهداف مشترک متحد کند. عامل دوم، رویکردهای رادیکالی برخی رهبران جوانتر حزب جمعیت اسلامی است. آنها در رویای بازگشت به ارگ و تسخیر راس حرم قدرت هستند. برای آنان دوره دولتداری برهان الدین ربانی هنوز هم یک نوستالژی نزدیک به ذهن است که می توان با مبارزه و مقاومت سیاسی دوباره احیایش کرد. آشوبگران اجده سنبله در خیابانهای کابل بخشی از منابع تغذیه فکری این نیرو محسوب می شوند. آنها تصور می کنند که وقتی می توان با فرا افزایش پرچمهای دولت اسلامی برهان الدین ربانی در قلب پایتخت و گسل کاروانی از جوانان شوریده با ظاهرهای متفاوت و اغلب مسلح نظم سیاسی و اجتماعی شهر را مختل کرد. پس امکان تصاحب قدرت و تسخیر ارگ هم وجود دارد. در برابر آنها اما بازیگران محافظه‌کار و سنتی دیگری قرار دارند که مشارکت در قدرت را مغتنم می دانند و بر تعامل سازنده با اشرف غنی تاکید می کنند. با این حساب اکنون اختلاف ناشی از انتخابات خود به اختلاف تازه در درون یک طرف بحران تبدیل شده است و تیمی که پیش از این مدعی استقرار ثبات و همگرایی در سراسر افغانستان بود اکنون خود دچار بحران ثبات و همگرایی شده و نه ثبات دارد و نه همگرایی. شاید شکاف ایجاد شده در درون اردوی عبدالله در نهایت حل شود، اما نفس بروز و ادامه آن به سود ارگ ریاست جمهوری و اردوگاه اشرف غنی است، زیرا او می تواند روی تضعیف این تیم سرمایه گذاری کند و شرایط و منافع و اهداف خود را بر یک تیم تضعیف شده آسان‌تر بقبولانند. و همچنان گزارش دیگری از ساید خبری اشت صاد، نگاه به سیاست خارجی افغانستان پس از 2014. با روی کار آمدن حکومت و وحدت ملی در سال 2014 بر اساس تفاهم سیاسی و تقسیم قدرت، اکنون با گذشت نزدیک به 6 سال از عمر پرفراز و نشیب این حکومت، دستاوردهای این حکومت در عرصه سیاست خارجی چگونه قابل ارزیابی است؟ دکترین سیاسی خارجی حکومت و وحدت ملی بر پایه 5 حلقه بنا نهاده شده بود. این نوشته بر آن است تا سیاست خارجی حکومت و وحدت ملی افغانستان را در پرتو 5 حلقه وصل مورد بررسی قرار بدهد. حلقه نخست شامل کشورهای همجوار و همسایه، حلقه دوم شامل کشورهای جهان اسلام، حلقه سوم شامل کشورهای امریکای شمالی، اروپا، ژاپن، استرالیا، ناتو و ایساف، حلقه چهارم شامل کشورهای آسیایی و حلقه پنجم شامل سازمانهای بین المللی می باشد. طرح پنجم، حلقه وصل با درک از موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان، هویت دینی، اتحادهای استراتژیک افغانستان و وضعیت نظام بین المللی و تغییرات آن و تعامل با بازیگران غیر دولتی فراملیتی طرح شده بود و هدف اساسی آن ایجاد همگرایی منطقه‌ای به منظور رسیدن به صلح و ثبات و امنیت اقتصادی بوده است. ختمش سیاسی خارجی حکومت وحدت ملی نسبت به دولت‌های پیشین روشن‌تر و مشخص‌تر بود. طرح حلقه‌های پنجم پنجگانه روی کاغذ بهترین دادترین در سیاست خارجی افغانستان پس از سال‌های منازعه بوده است و بر اساس نیازمندی‌های روز افغانستان ریخته شده، اما اجرایی شدن این طرح نیازمند دستگاه دیپلماسی فعال و کارگزاران کارکشته بود. وزارت امور خارجه به عنوان ماجرای اصلی سیاست خارجی افغانستان در امر تأمین منافع ملی کشور در وارای مزرعه‌های ناکام بوده و از فرصت‌های پیش آمده استفاده بهینه‌ای نتوانسته. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید.
تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.